و ما خبر آخر یک هیئت اندونزیایی در دیدار با متولی شرعی آستان مقدس حسینی در شهر مقدس کربلا از اهدای قطعه زمینی در جاکارتا پایتخت این کشور برای تأسیس مؤسسات قرآنی خبر داد. به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دارالقرآن آستان مقدس حسینی، شیخ حسن منصوری مدیر این دارالقرآن در دیدار با اعضای هیئت اندونزیایی متشکل از محمد عزیز عضو مجلس نمایندگان اندونزی، لطفی حکیم رهبر قبیله بتاوی و سید احمد بارغه از های دینی و ناظر چندین مؤسسه اسلامی در اندونزی درباره مسائل قرآنی و تقویت همکاری های دو میان دو کشور در زمینه های قرآنی بحث و تبادل نظر کردند. وی در خصوص اهداف این دیدار که همزمان با ایام فرخنده عید سعید قربان انجام شد گفت این دیدار در راستای برنامه زیارت شخصیت ها و مقامات دینی و دولتی و مراقد مقدس اهل بیت علیهم السلام در عراق و آشنایی با جامعه این کشور صورت گرفت. این هیئت اندونزیایی در سفر به شهر مقدس کربلا ضمن آشنایی با فعالیت‌های قرآنی دارالقرآن کریم آستان مقدس حسینی برای استفاده از تجربیات این مرکز به منظور نشر فرهنگ قرآنی در جامعه اندونزی ابراز علاقه کرد. اعضای این هیئت همچنین در دیدار با شیخ عبدالمهدی الکربلایی متولی شرعی حرم حسینی از اهتمام گسترده آستان مقدس حسینی به قرآن کریم ابراز شگفتی کردند و ایشان را از اهدای قطعه زمینی در جاکارتا برای تأسیس موسسات قرآنی مطلع کردند. هیئت اندونزیایی هدف از تأسیس این مؤسسات قرآنی را گسترش تجربه موفق شعبه دارالقرآن آستان مقدس حسینی در نشر فرهنگ قرآنی در جامعه اندونزی عنوان کردند متولی شریع آستان مقدس حسینی نیز در این دیدار ضمن تشکر و قدردانی از روحیه حسینی اعضای این هیئت برای آنها آرزوی توفیق روزافزون کرد